قرآن در مورد بنی اسرائیل وقتی حرف میزنه پیامبر فرمود اینا هم عین شما، شما هم عین اینا، یعنی همین اتفاقات شما میفته. میگه بنی اسرائیل قوم برگزیده شدن، قبول، اما میگه چون عهد خودشونو با خدا شکستن، خدا چیکارشون کرد؟ لعنتشون کرد. فبه ما نقضی میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. چون خدا لعنتشون کرد، دلشون چی شد؟ قسی القلب، سنگ شد. چون قسی القلب شدن، بعد چیکار کردن؟ شروع کردن تحریف کردن. چون تحریف کردن و قسی القلب بودن، شروع کردن پیغمبر کشتن. میگه 70 تا پیغمبر رو تو یه روز کشتن. همین اتفاق دقیقاً در مورد مسلمان افتاد. عهد بسته بودن که بعد پیغمبر برن سراغ کی؟ امیرم. عهدو شکستن. خدا لعنتشون کرد، دلاشون سنگ شد، شروع کردن تحریف کردن. امثال کعب الاحبار رو، ابو هریره رو آوردن سر کار و اونا شروع کردن. میدونی دیگه، منع حدیث شد، یعنی هیچ کس حق نداشت پیامبر حدیث نقل کنه. کی حدیث نقل میکرد؟ کعب الاحبار، یهودی مسلمون شده. بعد دلاشون سنگ شد، چیکار کردن؟ امام حسین کشته. یعنی همون اتفاق اینا افتاده. نگاه کنید ببینید، قسی القلب شدن مسلمان یا نه. بعدش چی لازمه برای اینکه اینو دوباره به امام زمان برسن؟ قساوت قلب باید بره. قساوت قلب با چی میره؟ با عشق، با گریه، با دعا خوندن. امام بعدی چیکار میکنه؟ امام سجاد چیکار میکنه؟ همینو دست میذاره روش، عشق و گریه. امام بعدی یعنی امام باقره چیکار میکنه؟ از اهل بیت بهشون میگه، علم اهل بیت رو به رخ میکشه. میخوای حدیث نقل کنه، میگه قال الباقر قال الصادق. اکثریت احادیث ما کی رسیده؟ از این دو بزرگوار. فرصت پیدا شد، فرصت غنیمت شمردن. اگر مردم به لحاظ علمی و دینی آماده نمی شدن و قبلتر از اون اگر قساوت قلبشان برطرف نمی شد، اصلا نمیرن. آیه قرآن میگه اصلا نمیرن به سمت تشکیل حکومت. اولین کسی که به کروی بودن زمین اشاره میکنه امام صادقه. اولین کسی که به حرکت وضعی و انتقالی تو اون جهلی که مرکب بود تا 400 سال پیش، همین اروپایی ها تو اونجا بودن، هنوز به نجوم بطلمیوسی اعتقاد داشتن و میگفتن که خورشید دور زمین میچرخه، امام صادق گفتش که نه خیر، للارض حرکتین، زمین دو حرکت داره، یه حرکت دور خودش، یه حرکت، این که اینه باعث به وجود اومدن شب و روز میشه. اینا روایت از امام صادقه. توحید مفضل رو بخونید. در زمانی که کفار، آقا تو جامعه اسلامی زنادقه یعنی زندیق یعنی کافر، راست راست میچرخیدن، شبهه وارد میکردن، امام صادق با اینا برخورد فیزیکم نمیکرد، دونه دونشون جواب میده. کار به جایی رسید که آقا امام باقر در روایت ما داریم، دو جا هم داریم، به امام صادق فرمون اگر مردم به جنبند تو میتوانی همون قائم باشی. یعنی چی بشی؟ تو همو امام زمان باشی. اما من بهت بگم این مردم این کاره نیستن. فلزا دقت بکنید، حالا میفهمید چرا امام کاظم باید اینطوری تو زندان باشه. چی شده؟ کار به جایی رسیده که انقدر خطر داره تهدید میکنه به دشمنان اهل بیت که اهل بیت میتونن حکومت تشکیل بدن. تا آستانه تشکیل حکومت اومدن، منتها دوروبریای خود گله گیجن. طبق معمول تو تاریخ اینا گیجن. اینا اگه حواسشون جمع می بود میتونستن به حکومت برسن. بر همین امام کاظم رو میکنن تو زندان 14 سال که اصلا در دسترس نباشه. ما نمیدونیم این مذهب چیه. ما میگه آقا امام کاظم چه 14 سال زندان، امام صادق اومد یه بحث دینی رو نمیدونیم برای چی این کارو کرده. حالا میفهمی چرا راز ظهور امام زمان تو گریه های ابو عبدالله میره حرم امام حسین، میره هیئت امام حسین، اشک میریزی که قساوت قلبت برطرف بشه، بفهمی الان یه امام زمان داری باید بپایش. چطور باید به علم این برسی؟ از طریق امام صادق. این خلأ امروز وجود داره که ظهور شکل نمیگیره. چی؟ مردم علم به امامت ندارن. برای ابو عبدالله عشق رو میریزن، اما توجیه نیستن که برای امام کیه، برای امام باید چی کار کرد. اینجا گزینه و علامت سؤال مغفور ظهور خود امام صادق و امام باقر علیه السلام.